یوحنا فصل 16. این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان ساست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمان می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقت زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم، اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچ یک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقت او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید، و واقعیت قضاوت به آنها ثابت می شود چون سردار این دنیا ملامت شده است. چیزهای بسیاری هست که باید به شما بگویم ولی شما فعلا طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال وقت او که روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلکه فقط درباره آنچه بشنود سخن می گوید و شما را از امور آینده با خبر می سازد. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایق را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. هرچه پدر دارد از آن من است و به همین دلیل بود که گفتم حقایق را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. بعد از مدت دیگر مرا نمی بینید ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند چرا او می گوید بعد از مدت دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدت مرا خواهید دید چون به نزد پدر می روم؟ مقصد او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند این مدتی که او درباره آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم درباره چی صحبت می کند. عیسی فهمید که آنها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس با آنها گفت من به شما گفتم که بعد از مدت دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدت مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ و یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان خوشی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد ولی غم شما به خوشی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت ولادت درد می کشد و از درد ناراحت است، اما همین که طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند به خاطر اینکه یک انسان به دنیا آمده است. شما هم همین طور اکنون غمگین و ناراحت هستید ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این خوشی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. به یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و خوشی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقت آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی گویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد
چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به دنیا وارد شدم و اکنون دنیا را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان با او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیز از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی جواب داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعت می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراگنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در من سلامتی داشته باشید. در دنیا رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا پیروز شدم.